قلم یار صاحب، زما مینه او سلامونه ومنه. ستړی میاشت درته وایم، تاسو ښه راغلاست وایم. او اختر هم نږدې دی، تاسو مارکیټ ته تللي؟ شاته مو ښکلي واسکټونه او کورتۍ معلومیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب، تاسو ته او ټولو تخنیکي همکارانو ته د هیوادوالو په شمول مینه او سلامونه، او سهار مو هم نیک مرغه. زما پان نن به 15مه روژه وي، او د 15مې روژې عبادت مو الله جل جلاله قبول وګرځوه. آمین. بله، او قلمیار صاحب، نن 15مې روژې سهار دی، اختر ته هم د ګوتو په شمېر شپې ورځې پاتې دي. نو قلمیار صاحب، چیرته تللی؟ کوم مارکیټ ته یا کوم دکان ته تللی؟ هغلته جامې معلومیږي. زه فکر کوم نن به د جامو د قیمتونو په اړه د خلکو سره خبرې کوئ، یا به د مسؤلینو سره خبرې کوئ؟ کمال صاحب، موږ د روژې له پیل څخه سټپ بای سټپ په ترتیب باندې را روان ولو، چې لومړی کې مو د نرخونو د کنټرول موضوع تر ډیره حده پورې څارله. له هغه نه وروسته مو د خوراکي توکو موضوع څارله، او بیا داسې سولو چې ځینو برخو ته مشخص ولاړو، لکه خیاطۍ ته ځان ته ولاړو، لکه کناتیو ته ځان ته ولاړو، وچې میوې او لندې میوې ته ځان ته ولاړو. اوس هغه وخت را رسیدلی ده چې په دې وروستیو ورځو کې، نو چې 15 ورځې د نن په شمول پاتې دي اختر ته، موږ وغوښتله چې په دې وروستیو کې خوشبختانه موږ لکه همیشه چې په ګزارشونو کې یادونه کوو، خپل افغاني کلتور ته د ګرځېدا په حالات کې یو، او خلک د پخوا په پرتله له واسکټونو څخه استفاده ډیره کوي. موږ منډیي کې، او په منډیي کې ماشاءالله یو داسې ډیکوریشن والا دکان ته راغلی چې دلته مختلف واسکټونه، ځینې خلک یې واسکټ بولي او ځینې صدرۍ. موږ خپله شخصا زه چې کله مې دا اغوستې ده، دې ته صدرۍ وایي. نو د صدریو یو ښایسته دوکان ته رالمه، مر لږه لاربندي زیاته وله، او اوس غواړو چې نن هیوادوالو ته معلومات ورکړو چې صدرۍ، واسکټونه، لنګوټې په دې وروستیو کې دوستان رانیسي، خرڅېږي، نه خرڅېږي؟ او عمده قیامتونه، یعنې په عادي شکل باندې نورمال قیامتونه یې څو دي؟ ډېره مننه کوم قلمیار صاحب محترم، نو مهرباني اورو ستاسو خبرې او ستاسو ګزارش ته په تمه یو. پر دواړو سترګو بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله. حاجي صاحب، خود ته مو دکاندار بده او دا خو ډېر ښه کار وسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ تاسو مو څه دي؟ تکړه یې ډېر لاز. ما به دا فکر وکړ خپل ځای باندې به دې کې راځم، مهرباني کښېنې هلته. ما دا فکر وکړ چې مشتری او دا خو ته راسه چکاکه. ماشاءالله ماشاءالله، څونه ښایسته کار وسو. اول مې فکر کاوه څه کوم مشتری راغی، داسې نه خدای مکړه موږ یې مزاحمت سو د دې دکاندار، او اوس یې پوه سوم د دې مشله بچان دي. نو انشاءالله سه تاسو ښه یاستئ، تاسو په خیر راغلئ. عزتمن سه، ستاسې معرفت دوستانو ته وکړه، نوم مو څه دی په لومړي سر؟ زما نوم د حاجي ماما ګل. ښه، موږ به درته وایو ماما، ځکه ماما زموږ په منطقه کې هغه ډېر چې خوری ورته ګران وي، بیا نو ورته وایي چې ماما. نو ماما ژوند څنګه تیریږي؟ بس الحمدلله ژوند ښه تیریږي. روزی سره څنګه؟ روزی سره خټه نه مخره خسي بخف سي برابر يو. سوال دا د ماما چې مشران خلق همیشه د روزی ډیر تعریف کوي، الحمدلله، او ځوانه طبقه چې انرژي هم تر مشرانو ډیره لري، دغه نه تعریف نه کوي. نو زنده‌باد ماما. درته وای چې ما چې مخکې ځوانان ولیدو، دا د بچان دي، د دوستانو د کورنۍ دي، شاګردان دي، څوک دي؟ دا د منګه دوستان دي. څه اده مونږه په لاره دکان ده، د دکان ده نه ستانه چې ما او د مو د مشر په توګه خبرې وکړې. اوس به د استاسي د دوستانو سره موږ د صدرویو د دې شانو په مسلک باندې څو خبرې وکړو، که ستاسو اجازه وي. بالکل سره وغه کېږه، د مونږه رور دور د دوستم د دغه سره وغه کېږه. پرڅ کې پښتو خود من نه پويږي، خو پارسي کې به درته فرق نه لري. موږ خو دونه یو نو علام کامیاب الله، علام کامیاب الله. سلام. نو کمال صاحب، تاسو را سره مل وسی، موږ به د دوکان ته چې راغلی یو، غواړو چې د دوستانو سره نن د کورتیو، صدریو، واسکټونو، لنګوټو په اړه خبرې اترې ولرو، چې د اختر پر اتاک سره څومره
په اصطلاح باندې خلک ګرانی سي بیا در جور بخیر بدر خوب هستین صبح تان بخیر صبح شما و تمام بیننده هایتان بخیر خدا کنه صحت داشته باشین بخیر و سلامت باشین تو خود دیگه امیالی دی جور کردی دیگه ماشاءالله کالای لوکس پوشیدی والم نه اومد اینجا دوستا اومده بودن ما نه اومدیم در دکان گفتن شما گزارش دارین گفتیم باشم لایتون هم کلام خیر ببینید زنده باشی همه پیشونیتون که پیش ما دیگه باز بود ما بسیار خوش شدم اما ما بسیار یک دفعه ای اومدم هیچم امانگی و چیزم نداشتم بخیر اومدین خوش اومدین ما دکان غریبانه ما دکان بخی دکان با چی است برای دوستا امین نامتان بگویم من نام ما وایسرین است احدی تخلص میکنم دیگه باشنده همین کابل هستیم دیگه مسئولیت همین کار بردیم دکان هستیم ماشد چی قوخ میشه دکانداری پیش میبری؟ ما قبلا در دیگه جای دکان داشتیم در این دکانی که فعلا در منده ای است تقریبا یک اف ماه میشه که ما ایجا آمدیم بسیار خوب بسیار خوب و برای دوستا همین جنس های کمی اول معرفی که چی چیزا داره که دوستا همی اول کتی نامایشان بلد شوه که در منده دکان تا نسته چی چیزا داره باز تفصیلا گپ میزنم ما در دکان خود بیادر از قبیل همی پوشاک و مردانه است بله. هم از واسکت های تکایی است هم از واسکت های چینایی است دیزاین داره است از این واسکت های کمفیس است که مجاهدین میپوشند دیگه از لنگی داریم کرتیا داریم کرتیا را که فعلا خود موسومش نیست ما را ورداشتیم دیگه هست همی جنس های هست دیگه تفلانه هست همی جنس ها رو داریم ماشاءالله باز امیال خدا رو شکر امونیت هم آمده مشکلات نیست خودتون چی احساس داری یا چی نظر داری در باره؟ الحمدلله هزار بار شکر که فعلا از دورای قبلی کده احساس هم امنیت زیاد است ما تا نوقت های شبه در دکان می باشیم و صبح وقت میم دیگه اگرچه که وضعیت اقتصاد مردم قدر خوبی نیست که مثال بیان جنس بخرن دیگه اما بعد ما روی مردم و اخلاق مردم و چای مردم که میبینیم بسیار خرسند میشیم به خاطر از اینکه ایشان میان دیدیم اینجا صبح وقت شب نو وقت ما میبینیم بازار جمع جوشش خوب است فضل خدا ماشاءالله واسکتای برای ما بگی که این قیامت از این چند است او ای واسکتا که تولید خود ما است بیادر خودتان جور میکنیم خود ما جور میکنیم دیگه دکاندارا پیش ما میبرن دیگه ای قیمتش در حساب عمده میاد 400 افغانی بعد ما اینجا یک صد رپس هاش مفاد مندازیم سودا میکنیم 500 افغانی 500؟ اولا جان از دیگه امی 800 خواهد من فکر میکردم که 800 شاید باشه 900 باشه تو یه مایک بگیری که ما اینجا یک لازه بپوشم ها بپوش سل کده جان کمک کوچک از آجانت باز بزرگتر شد بودیم سایش فکس جانت میاییم نه اول خوب آور که ما تشکری بازی میکنم که یک همه تولیدی شماست نه خودی تان تولید میکنی شاید یک پنج شش نفر سر از این مصروف باشه که برای اونام خیر میرسه و یکی اینمی پایدایشان هسته که باور که ما که خودم آمدم و سعی کردم همی 800 و 900 خوب بخی گفتم میباشه هست اینمی واسکت های ما رو ما جور میکنیم خوبش از خراب نمیشه در دو سال سه سال مردم استفاده کنه خراب نمیشه باز بعضی واسکت های دیگه هست ما در قندهار رو کارخانه داریم خب در قندهار کارخانه داریم اینا رو ساخت ایجا ما در کارخانه داریم میره جور میکنیم یک فابریکه یا کارخانه دیگه ما در قندهار است اینا رو تولید میکنیم یا الحمدلله بازم جنسیتش بالا است هم باز کیفیت و همه چیزش بالا است و در حساب عمده بر ما 7500 افغانی میاد باز ما 800 و 8500 رو سودا میکنیم در حساب ماشاءالله ماشاءالله حاجی صاحب مرا غلی ده فکر کنم یو صبر انی صاحب جور بخیر جور است بخیر خوب است بخیر صبحتون بخیر عاقبت بخیر صبح شما زحمت نکرده باشم برای خوش میگم با طور زنده ام یال از تلویزیون ملی دوستاتون میبینه دیگه پکت ام نام محترمتون برای دوستا بگو اسم ما سلامت شاب باشنده کابل ماشاءالله روزایی نزدیک شده میخواسته یک واسکت سعی کنه دیگه بله آه. یک واسکت میخواستم بخریم یک روزه چی تو بودی؟ شکر خدا ماشاءالله بیتونی روزه بود زنده باش از کل مسلمان ها پکت ما که دکاندار باز گپ میزینی خودتان برای ما امید تو یک پایام بده که مردم دایمید که یک دیگه چی هم کاری کنه و چقدر مهم است که ما دایید که یک دیگه خوش باشم و از دست ما که میشه اینمی همکاری روزهای خوش داشته باشه تمام مسلمان ها و برادرهای که افغانستان بسیار و درد رنج سپری زیاد کرده است فعلا چند سال میشه آرامی امنیت فضل خدا خوب است بهتر است و برادرهای خود احساس خوشی میکنن بله و مسلمان باید اما یکی دیگر برادر بدانه یکی در جان دیگه سودا را نزنه قیمت فروشی نکنه به خاطر یک تخفیف داشته باشن
دیگه سیار گپای شیرین بوده. خیر ببینی اکثر زنده باشه سلامت شما برای واسکت سعی کنید لالا بیا دیگه امی واسکت ها رو هم یک سعی داشته باشم. این اینوشون از باز از کدام جای میای یا ما از بازار سرای ناصری میخریم دیگه از مختلف هست از بعض دکانای دوگام از کورا ما میاریم یا جنسای وطنی است الحمدلله اینا وطنی ماشاءالله دای راستای می واسکت و کورتی و جمپر دمی دورای اخیر می وطن ما الحمدلله بسیار کارخانه بزرگ جور شده این چیزا رو تولید میکنه که می از چینایی کم نیست از مالای خارجی و چینایی کم نیست ماشاءالله باشه که می ایره هم یک ایش مومای کبیم برتن اینا که ما اگه سعی داشته باشم که مردم باز د جان ما ببینه که خوشش کنه نه اینا. اینجا آینه است شما خود یک بار ببینید چیره خوب تر داشته باشه باید آینه سعی کنه ما خود چیره هم تو مقبوله ندارم ماشاءالله هم دکانتان مقبوله است مخلاقتان مقبوله است و همین جنس که ما پرسان کرده ما خود زیاد جای میرم در گزارش عروزه میرم ماشاءالله هم انصاف بخی در نظر گریبتی خیر ببینی والا والا بیادر دیگه انصاف انصاف دیگه دیگه ما اقتصاد خودم هم از کابل هم از مردم از قلب همی کابل هستیم دیگه زندگی میکریم همینجا می اقتصاد مردم بر ما معلوم است. بعضی هستن که میگن ولی دکان کلان است کرایه زیاد است با اینا مفاد زیاد میگیرن او گپ نیست برادر هر چیز نظر به کیفیت و نظر به جنسش است. این جنسایی که ما دیجا میاریم در بسیار جای مفشن و دیگه که است خیلی قیمت است اما مردم جمعیان از ما میگیرن جنس خوش ما حساب انصاف گفتیم دیگه انصاف نظر به مو کیفیت جنس را اگر جنس بالاتر خوش کنیم قیمتش بالا میری گپ در انصاف نیست ما می فیصدی مشخص مفاد قصر از اون مندازیم و اون جنس ما با فروش میرسونیم گپ نیست که مثال از یک جنس ما زیاد فایده بگیریم از یک جنس ما کم فایده بگیریم اون فیصدی مشخصی است که ما می کرایه دکان و خرچی می خودم را سرش مندازیم و اون را با فروش میرسونه. اینه میگه به خاطر از این است که باز بین مردم انشالله باز نامی هم خوب داره و نوم وقت انصاف به خاطر از که می انصاف که هر دفعه یاد میکنم که بسیار مهم است نه باز بین مردم دیگه کس اعتمادش می باشه نه ایگه پس ایگه پس خب دکاندار بسیار گپای دیگه است که دکاندار باید را جان خود عملی کنه یکی خب مسئله اخلاق است که اگر اخلاق نیک با مشتریان نکردی خب نمیان دیگه دفعه دیگه اگر مال خوب برش نداری نمیان اگر نرخ مناسب از بازار برش نداری نمیان دیگه این چیزها رو باید کلگی باید نظر بگیره خب ماشاءالله جنس های زیاد است اینمی فقط واسکت های چیره هم یک سای دارم که دیگه باز نوقت میشه اینی واسکت ها باز اینی گفتی در این روزا مجاهدین میخره دیگه بله یا اینی جنس ها کاست اینی خورترک هاست جنس های نوجوان و بچگان هست باز اینا جنس های کلان شد اینجا شما با تصویر بگیرید اینی قامت هایشان چند چینایی است. اینا در حساب میاد دو نیم هزار پا میاد مال اول است اول است این قطار کلگیش یک قیمت است یا جنس های خارجی است مال چینایی است دیگه باز این یک هست پایینای تولید وطن خود ما هست که بسیار نام خدا چیزای خوبی جور کردن انشالله اما وطنی خود دیگه زیاد میخره مردم هست. وطنی بخاطر عزیز زیاد میخرن که امی نرخش مناسب است و دیگری که امی جنسای رینا جور کردن که الحمدلله چینایی کم نیست و چینایی که ما میخریم دوست دو و سه میشه چین میه کرایه میخوره سر از اون مالیه میه اینا بر ما بلند تمام میشه اینا جنس وطنی که هست همینجا تولید خود وطن ما هست الحمدلله و اقتصاد مردم هم خوب است همینجا از جاتر میخوره ما میگم در کار بارتان برکت خدا کنه همیشه انصافدار باشه خدا کنه همیشه که مردم هم تو خوب باشه دیگه ما هم خوش شدم و گپای زیاد می داشتم ولی دیگه وقت و فرصت ما کم بوده به خاطر از اینکه ما دیگه در استودیو هم میمان داریم و هم همکارای منتظر است ما میگیم خیر ببینید دیگه برای ما وقت و فرصت شما به سلامت باشید وقت شما وقت همکارایتون و وقت تمام بینایتون به خیر و سلامت باشه جور باشه کمال صاحب چی وس واسکات یو نسو دا وز مرنه نه نه راپور ماشاءالله یو دسی ځای ته راغلی و چې ډیر نزدان اخلاق ورسر در لودو لودی دکاندار او شت شری ورکړه لدی ترڅنګ
د انصاب خبره وکړل چې ما همیشه په راپورو کې زوم انصاب که په نظر کې ونیول سي ان شاء الله چې جنان او تام به نورم د آبادیو ترکی خواته ولاړ سي. نو هیله دا ده چې ډیر وخت مو فرصت مو نه ونیولی، دلته دومره زیات واسکټونه و هغه پراته ول. ما غوښتل چې د لنګیو په اړه هم خبر وکړم خو فرصت کم ده، نو آینده کې به انشاءالله که فرصت ولو یا موږ نور اختریز راپورونه پاتې ولو بیا به انشاءالله پر لنګوټو باندې هم څه خبره کوو. نن دپاره مننه چې فرصت وخت مو راکړ. ډیره مننه کوم قلم یار صاحب. واقعیت هم چې ښکلی دوکان دی، بلابل اسکټونه لنګۍ پکې پیدا کیږي. نو ستاسو د ګزارش څخه مننه کوو، ښکلی ګزارش وه. په چارو کې بریاوې درته غواړم.